خب بریم سراغ حلقه بعدیمون، اینفینیت لوپ. درست. خب میام اینفینیت لوپ هم رو اجرا می نویسم. خب یه مسئله که وجود داره اینه که الان اگه من این کد رو اجرا کنم شاید خب ببینیم چه اتفاق افتاده. کامپایلر به من یه داره وارنینگ میده. چی میگه؟ میگه که unreachable کد. میگه که حواست باشه یه کاری کردی که این تیکه کدت هیچ موقعی داره اجرا نمیشه. اگه به این دل خوش بودی که این کد قراره یه تیکه این کدت یه کاری انجام بده، چیزی رو چاپ بکنه یا هر چیز دیگه ای، این یه خیال خامه. این کد هیچ وقت قرار نیست اجرا شه. یعنی میفهمه کامپایلر که اینجا یه فور بی‌نهایته و هیچ حلقه خروجی هم نداره و هیچ شرط خروجی هم نداره، بنابراین اینجا گیر میکنه. درست. حالا مثلا میگم من بیام اینجا یه شرط بریک بذارم، این وارنینگ رو حذفش میکنه. خب من شرط بریک نمیخوام بذارم، میخوام ببینم که اینفینیت لوپ هم داره چیکار میکنه. خب کاری که الان من میتونم انجام بدم اینه که یه چیزی رو استفاده میکنم به اسم، چون الان من این کد رو اجرا کنم از تمام توان سی پی یو استفاده میکنه برای اینکه بیاد و این رو چاپ کنه، یعنی به صورت بی وقفه این کار رو انجام بیده. و چون من نمیخوام که توی فرایند ضبط برنامه اختلالی به وجود بیاد، میام یک اسلیپ میذارم. حالا بهتون میگم که اسلیپ چیه و چرا دارم. خب ببینیم چیکار کردیم. من یه پکیجی رو الان در واقع به صورت اتوماتیک ایمپورت کردم به اسم پکیج تایم. پکیج تایم چیه؟ بذارم ببینم که باز میشه یا این که چقدر خوش شانسیم. خب اگه در مورد هر کدوم از این پکیج ها سوالی داشتین، در واقع میخواستیم بدونین که چجوری کار میکنه، داکیومنتیشنش چجوریه، چه متدهای دیگه‌ای داره، چه متغیرهای دیگه‌ای داره، چجوری چیزه، میتونین روش کنترل بگیرین، کلیک کنین و به صفحه داکیومنت خود اون پکیج روی اینترنت برین. که الان من اگه روی تایم کلیک کردم اومدم تو این آدرس package.go.dev/time و این در واقع کل این پکیج، همه داکیومنتی که من احتیاج دارم برای اینکه بدونم چه جوری داره کار میکنه و چه امکاناتی رو در اختیار من قرار میده، همش اینجا هستش. درست. من الان احتیاج دارم، مثلا میگم بزنیم ببینیم، یه گشتی بزنیم تو این داکیومنتش ببینیم که چیه و چه جوری مثلا به ما کمک میکنه. مثلا ببینیم تو اگزمپلاش چی داره. مثلا میگه که after. ببینیم بعضی اگزمپلاش از قسم. آها بریم sleep. sleep چی میگه؟ میگه که sleep pause the current go routine for at least the duration D. A negative or zero duration cause sleep to return immediately. درست. یعنی چی؟ یعنی میگه که شما فانکشن sleep رو که استفاده کنی از پکیج time به اندازه D شما رو در واقع متوقف میکنه، یعنی حداقل شما به اندازه دی متوقف میکنه. دیه چیه؟ دیه دیوریشنه. درست. دوباره توی همین داکیومنت تعریف کرده که دیوریشن چیه. من میرم توی تب دیگه ای که اونجا به هم نخوره. دیوریشن اون در واقع بازه زمانیه. درست. دیوریشن یک چیزیه در مبنای اینتیجر 64 lapse time between two instances بر اساس نانو سکند دیوریشن میتونه لارجست. خب الان یه سری توضیحات اینجوری به من داد، حالا من میام چجوری ازش استفاده میکنم.
میام میگم که دیوریشنم رو مثلا میتونم بر اساس ثانیه، میلی ثانیه یا بر اساس هر واحد دیگه‌ای که میخوام بهم بدم. چجوری بهم میگه؟ میگه که مثلا 100 رو ضرب در تایم دات میلی سکند بکن. خب برگردیم توی کدمون. من چیکار کردم؟ گفتم که من به اندازه 1 ضرب در تایم دات سکند میخوام. سکند چیه؟ سکند در واقع از همون جنس دیوریشنه، یعنی از تایپ دیوریشنه. ما تو تعریف کانستنت ها دیدیم که یک تایپی رو اگه من توی سطر اول بذارم، توی کانستا و توی سطور بعدی نذارم، عملا اون تایپ برای همه اجرا میشه. حالا سکند چیه؟ 1000 میلی سکنده. میلی سکند چیه؟ 1000 میکروسکنده. میکروسکند چیه؟ 1000 نانوسکند. هی به هم قبلش ارجاع دادن. نانو سکند چیه؟ یک مبنای، در واقع مبنای یک ما توی این کد یه چیزه. نگاه کنین، برداشته تمام تایم های بعدی رو بر اساس نانو سکند تعریف کرده و بهشون مقدار داده و اومده یه مقدار کانستنتی تعریف کرده که استفاده از اونها راحت تر باشه. خود دیوریشن چیه؟ همون تایپ الیاسینگی بود که توضیح دادیم، یعنی گفته که دیوریشن هم یه تایپ اینتیجر 64ه. اوکی؟ خب الان سکند رو اگه بخوایم چیز کنیم چی میشه؟ اینجا گفته میشه 3 6 9. 9 تا صفر داره، درست؟ یعنی یک میلیارد نانو سکند عملا میشه، درست؟ خب بریم ببینیم که این کدومون چیه. ها، یه نکته که فقط وجود داشت اینجا، من تو این حواسم نبود، paused current coroutine، درست؟ توی قسمت های بعدی، توی بحث عملیات در واقع کانکارنسی توی گولنگ، ما به گوروتین ها میرسیم و میبینیم که چطور میتونیم از اونها استفاده کنیم، ولی به صورت خلاصه میتونیم مثلا اجراهای موازی رو داخل برنامه در نظر بگیریم که این اسلیپ باعث میشه که هر جایی که داره فراخوانی میشه اون کارنت گوروتینش به اون اندازه چیز کنه، که الان ما فقط اینجا یک در واقع روند در حال اجرا داریم، اون هم خود برنامه مینمون. خب بریم کدومون رو اجرا کنیم ببینیم که دنیا دست کی. Go build کدام اجرا کرد؟ حالا مثلا go run میزنم و تو buildم عملا اضافی بود، بخشید. Go run main میزنم. خب میبینم که هر یک ثانیه داره لوپ هم هی تکرار میشه و این تا موقعی که من بهش اینترابت ندم ادامه پیدا میکنه. عملا چی میشه؟ میشه کنترل سی. من اینترابتم رو با کنترل سی بهش دادم و برنامه رو متوقف کردم، درست؟ و هیچ حالتی این خط بعدی چاپ نشد، یعنی که after loops. من الان اگه اینو دوباره با این کامپایل کنم اجرا میکنم، خب همچنان داره اجرا میشه و بریکم بدم این خط بعدی اجرا نمیشه، حتی کامپایلر هم به من میگه که چه اتفاق افتاده. خب ما در مورد continue گفتیم، بیایم یه کاری کنیم. من یک کانتری رو اینجا بذارم، کانتری رو تعریف میکنم که قسمت های بعدی هم که داریم چیز میکنیم ازش استفاده کنیم. توی هر کدوم از اینها من میام و کانترم رو یکی اضافه میکنم. چی میگه؟ میگه که بیا کانتر پلاس وان رو با کانتر پلاس پلاس جایگزین کن. چه خوب، هر چه خلاصه تر بهتر. خب میام و یه کاری میکنم، اینو میذارم بعدش و خب من الان میخوام یک متغیری رو توی خطی چاپ بکنم، ولی پرینتلن این امکان رو به من به صورت مستقیم نمیده. میام از پرینتف استفاده میکنم. موقعی که یک متغیری رو بخوام چاپ بکنم، تایپ های مختلف متغیر اون درصد
دی درصد اس، اون در واقع جایی که میتونم متغیر قرار بدم متفاوته. من برای درصد دی برای اینتیجر استفاده میکنم. خب بریم کدمون رو اجرا کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته، کانتر ما چطوری کار میکنه. خب چون پرینت اف همه رو عملا تو یه خط چاپ میکنه و پرینت لن خودش یک خط جدید رو همیشه به صورت اتوماتیک ایجاد میکنه، من میام یه بک سلش ان میزنم که بتونم توی خطوط پشت سر همین کار انجام بدم. خب اینم حذفش کنم که خورده خوشگل‌تر بشه. خب اینفینیت لوپ هم میبینید که هر یک ثانیه یک بار داره اجرا میشه. حالا چه اتفاقی میفته که ما در مورد شرط کانتینیو گفتیم؟ اگه من بخوام که این کد فقط و فقط توی خطوط زوج عملا اجرا شه چه کار میکنم؟ میام میگم که if کانترم مودش به 2 اگر 0 نبود چیکار کن؟ کانتینیو کن. خب یعنی چی؟ اینجا توضیح من بدم این علامت درصد چیکار میکنه. اول کد اجرا کنیم که خروجیش رو ببینیم. نگاه کنین فقط اعداد زوج رو چاپ کرده. خب ببینید چه اتفاقی میفته. درصد چی کار میکنه؟ درصد عملا مود حساب میشه. مود چی کار میکنه؟ باقی مونده تقسیم این متغیر رو نسبت به این حساب میکنه. یعنی چی؟ یعنی که میاد میگه که فرض کنیم ما عدد 11 داریم، درست؟ 11 تقسیم بر 2 چند میشه؟ میشه 5.5. جزء صحیحش چند میشه؟ میشه 5. 11 منهای 5 ضرب در 2، درست؟ یعنی این معادل یه همچین چیزیه. چه اتفاقی افتاد؟ ما از قبل گفته بودیم متغیری که وقتی اینتیجر باشه تقسیم بر یک، من چرا 5 نوشتم؟ ببخشید. 2. خب متغیری که اینتیجر باشه تقسیم بر یک متغیر دیگه ای که اونم اینتیجر باشه. بذار من کد رو به این صورت اجرا کنم ببینم که اصلا کدام کار میکنه یا نه، به توضیحاتش رو بخوام بهتون بدم. این خودم هم کامنت میکنم، اینم بریک پوینت میدم بهش و اجرا میکنم. خب چه اتفاقی میفته؟ کانترم فرض کنیم که عدد 7ه، این عدد اینتیجره، پس خروجی این پرانتز هم یه عدد اینتیجر خواهد بود. 7 رو تقسیم بر 2 میکنه میشه 3.5، اینتیجرش قسمت جزء صحیحش میکنه 3. 3 ضرب در 2 میشه 6 و 7 منهای 6 میشه 1 و 1 مخالف صفره. عملا معادل کاریه که تو این قسمت بالا داره انجام میده و این درصد این کارو برام انجام میده. حالا اگه به عنوان مثال من درصد یا مود نسبت به 10 رو بگیرم همیشه یک عددی بین 0 تا 9 خواهم داشت. اگر درصد رو 20 بگیرم همیشه یک عددی بین 0 تا 19 خواهم داشت. خب کدو پاک کنم. بریم اینجا و ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب حالا اگه من بخوام بگم که نمیخوام اصلا این حلقم بیشتر از 100 اجرا بشه اصلا چیکار میکنم؟ خب این
کانتینیو چی کار میکرد؟ کانتینیو اگه این شرط برقرار بود از اینجا جامپ میکرد روی خود فور مجددا، یعنی اینکه این خطهای بعدی رو اصلا اجرا نمیکرد. درست، یعنی اینکه بزنیم تو بریم تو مود دیباگ، شاید اونجا توضیحش راحت تر باشه. کد رو اجرا کنیم. خب بریم جلو. اینا رو که کاری ندارم من الان اصلا. خب کانترم 0 بود، الان اینجا کانترم میشه 1. آیا شرط باقی مونده 1 نسبت به 2 چی میشه؟ میشه 1. این شرط برقراره، یعنی مخالف 0. پس میپره کجا؟ میپره روی خود فور. فور که عملا نداره، خط بعدیش میپره. کانتر رو میکنه 2، کانتر میشه 2، باقی موندهش نسبت به 2 صفره، پس این شرط برقرار نیست. میاد توی خط بعدی این شرط رو چک میکنه، این شرط هم برقرار نیست، میاد و چاپ میکنه. درست. حالا اگر اونقدری بریم جلو که به اینجا برسیم، یعنی کانتر ما بیشتر از 100 بشه، ما اینجا یک بریک پوینتی باید بگیریم. بریم ببینیم که دیباگ کنسول ما چی داره نشون میده. داریم میبینیم که کانتر ما رو داره چاپ میکنه همینطور. و یک در کل من خیلی توصیه میکنم که چند تا نکته رو رعایت بکنه. یکی این که جز حلقه هایی که مربوط به روند کلی برنامه تونه، درست، یعنی که به عنوان مثال میگم شما یک برنامه میخواین بنویسین که بیاد یک سری ورودی هایی رو بخونه، این فرایند خوندن ورودی ها یک کار بی نهایتیه که این برنامه تون داره انجام میده. جز در همچین مواردی واقعا از حلقه بی نهایت استفاده نکنین، یعنی که همیشه شرایطی رو داشته باشین که بتونی از این حلقه خارج بشین. خب الان دیدیم که کانترمون بیشتر از 100 شد و اینجا بریک شد. خب نقطه بعدی عزیمت ما کجاست؟ میریم و اینجا بعد حلقه اجرا میشه. من داشتم میگفتم اینکه سعی کنید تا جای ممکن حلقه بی نهایت نداشته باشیم. داخل خود حلقه تا جایی که ممکنه شروط داشته باشیم، اینکه حلقه تو چه زمانهایی قرار خارج بشه، یعنی که شروط خروج از حلقه رو حتما داشته باشیم. یک حلقه رو تا اونجایی ادامه بدیم که لازمه ادامه بدیم. یعنی چی؟ یعنی حلقه ای که عنوان مثال این یه حلقه بی نهایته، من فقط تا صدش رو میخوام، درست، فقط تا همینجا ادامهش بدم. چرا؟ چون که حلقه ها اردر در واقع حلقه یه دونه ای در واقع حلقه در حلقه، این حلقه ساده اردرش او اینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون به تعداد اون ان، یعنی به تعداد تکرار حلقه داره انجام میشه، هزینه او ان به ما اعمال میکنه و ما هیچ کارش نمیتونیم بکنیم این مسئله رو، چون که بیایم مسئله رو حالا جور دیگه حل بکنیم. باید سعی کنیم که تعداد دفعاتی که حلقه داره اجرا میشه رو تا جای ممکن کم بکنیم. خب حلقه بی نهایت هم دیدیم، بریم ببینیم که توی اسلایدمون دیگه چی داشتیم. خب فور ایچ، بسیار عالی. بریم حلقه فور ایچ هم اجرا بکنیم. حلقه فور ایچ هم اینجا بذارم که گیر حلقه بی نهایت هم نیفتم. خب اینجا مثلا ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که مپس میگیم که یک مپی میخوایم از integer، از string به integeri که بگیم مثلا ایران، به فرض مثال مثلا بگم که تهران کدش مثلا بشه 1. به عنوان مثال دارم.
کرج مثلا کدش چه میدونم دو باشه. مثلا رامسر خودش سه باشه، مثلا رشت خودش چهار باشه، درست؟ این یه مپی رو تعریف کردم. حالا میخوام این مپ رو توی ادامه هم امکان داره که من بیام و مثلا بگم که مپ مثلا اصفهان عنوان مثال میشه 5. یه تغییری هم توی ادامه دادم. حالا میخوام که فور ایچ بزنم روی این آیتم های خود مپ، ببینیم که چه اتفاقی میفته. میام یک کی ولیوی رو تعریف میکنم روی این مپس. من میگم که برای من اطلاعات این کیو ولیو رو شما بیا و که نوشتم کی و ولیو رو بیا شما چاپ کن. ساده. خب همه چی اوکیه؟ خب بریم کدمون رو دیباگ کنیم ببینیم که در چه وضعیتی هست. خب مپم رو تعریف میکنم، میگم که مپم الان چیه؟ تهران، کرج، رشت، رامسر. تو این خط اصفهانم بهش اضافه میکنم. اصفهانم میبینیم که بهش اضافه شده. خب کی ولیو هایی که میگیرم الان چیه؟ ولیو 5 کی اصفهان. چاپش میکنه میشه اصفهان میشه 5. بعدی چیه؟ تهران 1. تهران 1. بعدی چیه؟ کرج 2. کرج 2 و همینطور رامسر 3، رشت 4. دیگه همه رو چاپ کرده بودم. اینجوری ما میتونیم که روی یک آیتم هایی که توی یک مپ، اسلایس و اری وجود داره بیایم رنج بزنیم، یعنی بیایم در واقع ایتریت کنیم. مثل معادل فور ایچه توی یه سری زبانهای دیگه، مثلا مثل سی شارپ یا مثلا زبانهای دیگه، این عملا همون کار انجام میده. این کلمه رنج میاد یه چیزی معادل اون فور، به کمک فور میاد فور ایچ رو انجام میده.